ماه مبارک رمضان، ماه تزکیه نفس، استقامت، اراده و صفای جسم جان است. امیدواریم که روزهای این ماه مبارک را با خوبی و خوشی سپری کنید. و د پروګرام په دې برخه کې ستاسو پاملرنه د روژې د مبارکې میاشتې په هکله د مطلب و دویمې برخې ته اړوو چې د محترم پوهاند حسین خیل صاحب د خوا ترتیبیږي. بینندگان تلویزیون آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. در این آیه متبرکه الله سبحانه و تعالی فرضیت روزه ماه مبارک رمضان را بر امت اسلامی نازل فرموده است. روزه ماه مبارک رمضان در سال دوم هجری فرض شده است و یک سال قبل از آن روزه عاشورا بوده که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب گردیده بود و با نزول آیه مبارکه وجوب روزه عاشورا منسوخ گردیده و تنها همین روزه ماه مبارک رمضان به حیث روزه فرضی از طرف الله سبحانه و تعالی بر مسلمان ها فرض اعلان گردید. و روزه عاشورا به صورت روزه مستحب باقی مانده، میتواند که او را بگیرد و کسی میتواند که نگیرد. اما روزه فرضی که روزه ماه مبارک رمضان است، ای به صورت حتمی است و ضروری است و امر الله سبحانه و تعالی است برای کسی که مکلف باشه و اهلیت روزه گرفتن را داشته باشه، سر از او فرض است که روزه را بگیره. و در آیه کریمه الله سبحانه و تعالی فرموده یا ایها الذین آمنو. این ندا ندای بسیار دوست داشتنی است که از طرف الله سبحانه و تعالی بر مؤمنان را مورد خطاب قرار داده با این ندا. و این نداهای قرآن کریم را علمای اسلام به حیث جهانبینی اسلام تعبیر کردند، زیرا طوری که شما میبینین در این مقدسترین غریزه تدین مورد خطاب الله سبحانه و تعالی قرار گرفته است. یعنی دیگه جوانبی که پیش الله سبحانه و تعالی هیچ اعتبار ندارد غیر از ایمان مؤمن. یعنی رنگ و نسب و نژاد و قومیت و این چیزا هیچ پیش الله سبحانه و تعالی اعتبار نداره. چیزی که پیش از او محبوب است ایمان مؤمن است. از این سبب اونا را خطاب به نوازش و دوست داشتنی به لفظ یا ایها الذین آمنو خطاب کرده است که چون تکلیف روزه را بعد از او سری از اینا میگذاره، بنابر سبب این خطاب دوست داشتنی خدا برای مؤمنان الله سبحانه در ابتدای آیت آغاز کرده است. و در لفظ کتبه علیکم این معنای فرضیت روزه است. کتبه به معنای فرض شده است برای شما روزه، همچنان که فرض شده بود بر امتهای گذشته. در این کلمه یک تشبیه را نشان میده در قرآن کریم که یعنی این روزه یک چیز نوی بر شما نیست مسلمان ها، بلکه مثل از این احکام الهی بر امتهای سابقه هم بوده تا مسلمانان را متوجه بسازه که در این عمل نیکو بسیار اهتمام بورزند. و از طرف دیگر نشان دهنده این حقیقت است که دین اسلام در سلسله ادیان الهی یک دینی است که از طرف الله سبحانه و تعالی نازل شده و این ساخته کدام فکر بشری نیست.
و الله سبحانه و تعالی به آخرین دین خود را که دین اسلام است بر آخرین پیامبر گرامی خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با کتاب جامع و معجز خود که به حیث یک معجزه عقلی ارائه گردیده است این دین را برای خاتمه ادیان قرار داده است. الله علیم و حکیم با فرزگردانیدن روزه ماه مبارک رمضان با یک جهش آرام و تغییر وارد ساختن در عادات فیزیولوژیکی و خواسته های طبیعی بدنش از قبیل خوردن و نوشیدن و از زنان جلوگیری کردن همزمان با واژگون ساختن کرکتر و اخلاق نادرست انسانیش طوری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده است من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه، یعنی آن که قول باطل خوی و خصلتی منافقت و شیطانی و غیبت و نمامی چیزها را ترک ندهد الله سبحانه و تعالی کدام نیازی به ترک طعام و شراب نوشیدنی از او ندارد. چه همچنان امام بخاری رحمت الله در کتابش بابی در این باره گذاشته است و در ضمن سایر تاکیداتی که با روزه گرفتن بر مسلمان واجب گردانیده است تا زبان خود را از غیبت و نمامی و امثال آنها از وباهای باطنی نگاه دارد و اگر احیانا مواجه شد با حالتی که شخصی او را دشنام میداد حتما در جواب او خود را حفظ کند و بگوید خیر من روزه دار هستم. و به این طریق میبینیم که الله تعالی چگونه این روزه مبارک را انگیزه تربیه و تهذیب انسان قرار میدهد و میخواهد او را از تمام مجراهای فاسد و نادرست و از لوس معاصی و از بالیدن به خود و خود را فراموش کردن و از آلودگی به چرک مادیت به اوج عالم روحانیت و افراح روح یعنی لذائذ و شادمانی های روحی مبدل سازد و قدرت های حیوانی در او رو به کاهش نهاده و صفات ملکی آهسته آهسته جایگزین آن میگردد و از این جهان محدود مادی به عالم ابدی و جاودانی لایتناهی راهنمود میگردد. و بنابراین تقوایی که در اخیر آیه نمایی از هدف آن را ارائه می‌دارد در حقیقت به گوش مردم می‌رساند که با همین صفای باطنی ناشی از روزه از این انسان درندخوی وحشی انسان دیگری و از این جهان مادی و افق تنگ و محدودش او را به جهان فراخ و جاودانی لایتناهی وصل می‌کند. در حدیث شریف آمده است که از صوم جنتون، یعنی روزه وقایه کننده است و چنین احادیث جوامع الکلم نامیدند که با تذکر یک لفظ مطلق گنجینه از معانی را در بر می داشته باشد. به تعبیر دیگر انواع و اقسام وقایه‌ای که به منفعت مادی و معنوی انسان است همه را در بر دارد، یعنی روزه انسان را از ارتکاب معاصی و گناهان وقایه می نماید و روزه انسان را از مجازات الهی وقایه می دارد و روزه انسان را از گرایش های طغیانگری باز می دارد و روزه روحیه افرادگرایی را در استعمال لذائذ مادی متعادل می سازد، روزه انسان را از امراض وقایه می دارد، چنانچه در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که صومو تصحو، روزه بگیرید تا صحت یاب شوید. واقعا بنابر ازارات اطباء ذرات باقی مانده غذاها با تداوم روی هم پر شدن معده رسوب نموده و فرصت نمییابد تا تحلیل گردد و با روزه ماه مبارک رمضان بدن از بقایای آن تصفیه و پاک میگردد و امثال آن امراض روماتیزم و غیره را تجربه کردند که با روزه بهبود می‌یابد. و همچنین روزه به انسان قوت اراده و عزم راسخ می‌بخشد تا از زنا جلوگیری کند، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء، یعنی ای گروه جوانان هر کی از شما توان ازدواج را داشته باشد ازدواج کند و آن که چنین توانی نداشته باشد
بروی لازم است که روزه گیرد، زیرا روزه همچون سپر او را از زنا وقایع می کند.